دقایق پس از نیمه شب، شرکت برق جورجیا از بازگشت برق در میدان هوایی بین المللی هارتسفیلد جکسون اتلانتا، مزدحمترین میدان هوایی جهان، خبر داد. محلی که حدود 1000 پرواز با قطع ناگهانی برق به دلیل حریقی که در یکی از تأسیسات برق زیرزمینی شده بود، متوقف گردید. من به معنای واقعی کلمه 7 ساعت در طیاره بدون غذا و آب سپری کردم و سرانجام با ما اجازه دادند بیرون شویم. هنوز هم تاییدیه پروازم را دریافت نکردم. شرکت برق جورجیا در صفحه توییتر خود نوشت برق در تمام ترمینل های هوایی بازگردانده شد و بیش از 5000 وعده غذا به مسافران داده شد. ما در اینجا به ترمینل اصلی رسیدیم تا ببینیم که آیا می توانیم حرکت کنیم یا نه. تا زمانی که وقت دوباره آمد و پرواز ما را دوباره برای فردا تجدید کردند، خیلی خوشحال و هیجان زده هستیم. هنگامی که ساعت 1 بعد از نیمه شب برق میدان قطع شد، مسافران در میدان هوایی در تاریکی باقی ماندند. قطع برق تمام پروازهای خروجی از اتلانتا را متوقف ساخت. ما قصد داشتیم یک هتل بگیریم، اما آنها با ما گفته بودند که همه هتل‌ها ریزرو شدند. ما 7 ساعت در داخل طیاره انتظار کشیدیم و حتی نمی توانستیم به تشناب برویم، زیرا آب نبود. خیلی ناراحت کننده بود. حوادث از این نوع در آمریکا نادر است، ولی برخی اوقات به دلیل وقوع آفات طبیعی مانند طوفان‌ها و سایر واقعات در گذشته نیز پروازها به شکل گسترده در مناطق مختلف فسخ شده است. لیلا مهبی بازیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.